عرض ادب دارم خدمت شما همینانم. گله بودی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکفت. به خاطرتون باشه بار گذشته درخواست کردم از دکتر قاسم بیات قدم رنجه کنه از راه دور برای یه گفتگوی تلویزیونی که این گفتگو فوق‌العاده جالب منم درباره نفت دریای شمال بود، میدانهای نفتی که به دو کشور تعلق داره، یک نروژ یکی انگلستان، و نحوه تعامل این دو کشور با یکدیگر خیلی مهمه. و اینکه این نفت وسیله ای است برای رفاه بیشتر، از همه مهمتر برای پسنداز امکانات مالی به منظور واگذاری به نسل بعد، این خیلی مهمه. یعنی هرگز اینها از منابع نفتی که به دیگران هم به نسل بعد هم تعلق داره امروز روز بهره گیری نمی کنن، سهم آیندگان رو کنار میگذارن، کاری که ما بلد نیستیم انجام میدیم، حتی ما سهم امروزی ها هم نمیدیم. یعنی داریم این منابع رو همینجور پیشخور میکنیم و معلوم نیست واقعا آینده ما، مملکت ما چه سرنوشتی داشته باشه، در حالی که برخی کشورهای حوزه خلیج فارس هستن که از حالا در اندیشه دوران بعد از نفت از که دیگه نفتی وجود نداره، این هم اقداماتی هم که صورت میگیره به همین منظوره. به نگاه کنیم بیده عمانی ها چه کردن، فوق‌العاده از کاری که عمانی ها کردن. یک کار درخشان عمانی ها اینه که آمدند و این به اصطلاح امکانات خیلی گسترده ای پدید آوردن برای توریست، برای جهانگرد. اما میگن جهانگردی که میاد تو مملکت ما نمیاد اینجا فقط حمام آفتاب بگیره، باید بیاد با فرهنگ ما آشنا بشه. درنچه این تاسیسات توریستی رو اومدن در وسط شهر بغل گوش مردم ساختن که مردم با جهانگردها یک جوری عجیل میشن، جهانگردها با زندگی مردمان بومی آشنا بشن، با فرهنگ اونها و همینطور با میهمان نوازی اونها، سابقه تاریخی اونها، این خیلی مهمه. البته در بعضی از نقاط که سلیقه‌ای شده آمدن جهانگردها رو جدا کردن از مردم عادی. بنابراین دو دنیا وجود داره، یک دنیای جهانگردها، یکم دنیای مردمان بومی که هیچ سنخیتی هم با هم نداره. عرض ادب خدمت دکتر بیات عزیز، پارت تو قسمت دوم از یک گفتگو. خیلی خوشحالم خدمت شما مجددا به تلویزیون ایران فردا. بله خیلی متشکرم از این فرصتی که به من داده شد با هممیهنان عزیزم و فارسی زبانان عزیز هر کجایی چقدر بحث صحبت کنم. بار اول چقدر به نظر مفید بود، چقدر لازمی که ما آشنا بشیم با نحوه زندگی دیگران، به ویژه وقتی پای مسئله صنعت نفت و گاز در میانه که به هر حال به سرنوشت ما ارتباط مستقیم داره. خب دفعه قبل توضیح دادی درباره نحوه بهره برداری و بهره گیری انگلیس ها از این چاهای نفت، اونا چه کردن در جهت پیشبرد بسیاری از برنامه ها و هدف های اقتصادی و صنعتی خودشون. بخواد بیانم نروژی ها چی کرد؟ نروژی ها هم دقیقا همین روش رو به کار بردن به اضافه یک چند متد جدید. آها. مثلا میدونی که نروژ کشور کوچکیه، یعنی از نظر جمعیت چند میلیون بیشتر جمعیت نداره، ولی از نظر وسعت بسیار وسیعه. و نروژی ها میدونن چقدر نیاز مالی دارن و بیشتر از اون پول لازم ندارند، چون میدونن چه مقدار پول لازم دارن که زندگی همه خوب باشه، صنایعشون خوب بچرخه، دانشگاه‌هاشون درآمد سرانه خیلی بالا بهترینش دنیاست، دانشگاه‌هاشون همه مترقی باشه، صنایع پیشرفته باشه، مؤسسات تحقیقیشون روز به روز چیزای جدیدی دارن ایجاد میکنن. خب همه اینا که داره انجام میشه، بقیه پولو میخوان چیکار بکنن؟ نمیخوان که بیان برن مثل بعضی از کشورهای دیگه پولا رو بردارن بفرستن خارج، این کاری که نمیخوان بکنن. این هست که اونها یک روشی دارن که بهش میگن دیپلیشن پالیسی. یعنی از اول میان به این شرکت هایی که قرار هست در اونجا استخراج کنن میگن وقتی شما کشف کردید در چه سالی و چه مقدار ما میخوایم شما نفت تولید کنید. آه یعنی تعیین میکنن؟ تعیین میکنن از اول، بله، برای اینکه بیشتر از اون لازم ندارن. آه یعنی نگاهی بازار نمیکنن؟ نخیر. به این نگاه میکنن که خودشون چقدر پول داشت، نیاز اونها چی هست. عجب. و این یکی به 4 صدمه نمیزنه اون. و نه شما این بهره برداری، شما مثلا بهره برداری رو مثلا 60 میلیون 100 میلیون سال نفت اونجا نشسته، میتونه چند سال اضافه تر هم بنشینه، اتفاق نمیفته. نخیر. منتها این قبل از اینه که حفاری ها انجام بشه. بله. میگن که مثلا شما در این قسمت وقتی نفت کشف کردید، ما میخوایم شما مثلا در
ده ساله آینده اینو تولیدش کنی یا 15 ساله آینده و غیره. به این ترتیب یک برنامه ریزی دارن از اول میکنن برای هم تولید نفت در اونجا که ببینن چه درآمدی داره براشون میاد، و بعد دوست دارن که مردمان خودشون این کارا رو بکنن، نه اینکه همه خارجی ها بیان و این کارا رو بکنن. در حالی که اگر اجازه میدادن همه شرکت ها با نهایت سرعت بیان و شروع به بهره برداری کنن، خب اینها باید متخصص از خارج با خودشون ببرن اونجا، و این عوض میکنه اصلا نظام زندگی اونجا رو، ترکیب جمعیت اونجا رو و غیره. این هست که این هم یکی دیگه از روش هایی بود که به کار بردند. و چیزی که من برام خیلی جالب بود واقعا سرمایه گذاری شرکت های نفتی در مؤسسات تحقیقاتی نروژ بود که خیلی جالب بود برای من. من با چند تا از اونها کار کردم وقتی که برای شرکت بی پی کار میکردم. جالب. از نزدیک آشنا شدم با فعالیت. یعنی بخشی از درآمد رو صرف نه اصولا از این شرکت های نفتی میخوان که یک قسمتی از درآمدشون رو سرمایه گذاری بکنن در مؤسسات تحقیقاتی. حتی شرکت خارجی؟ بله بله. حتی شرکت خارجی. اکثر شرکت خارجی هستن غیر از یکی دو تاش که مال خود نروژ است. استات اویل مال خودشونه. بله. ولی بقیه همه شرکت های غربی هستن و این شرکت های غربی خودشون رو مجبور میبینن که باید هم احترام بگذارن به قوانین کشور نروژ، هم به خواسته های دولت نروژ و هم به قوانینی که اون کشور داره. این هست که این درست برخلاف این تصوری هست که ما همیشه فکر کردیم شرکت های نفتی وارد هر کشوری که بشن میان فوری حق حساب میدن پادشاه یا نمیدونم خلیفه یا هر کسی که هست رو میخرن بر هر کاری دلشون خواست. نخیر، دیدیم که چنین کاری رو شرکت های نفتی به هیچ عنوان اصلا جرأت دادن مثلا حق حساب اصلا پس انداز ارزیشون هم فوق العاده است برای آیندگان نیست. برای خودشون پس انداز ارزی که کردن برای خیلی جالبه. امید من همیشه این بود که ما هم قانون هایی رو داشته باشیم و اونقدر هم خودمون قانونمند باشیم و هم انتظار داشته باشیم شرکت هایی که برای ما کار میکنن قانونمند باشن، که این شرکت ها رو با نهایت محبت دعوت کنیم بیان سرمایه گذاری بکنن در سرزمین ما، ولی کارها رو اونطوری که ما میخواییم انجام بدن، از نظر قوانین ما، از نظر توسعه میدان ها، از نظر بکار بردن بهترین تکنولوژی ها برای بهترین برداری از میدان های نفتی ما و غیره، در حالی که در گذشته اینجوری نبوده. مضافر این که نروژی اگه میخواستن تمام خلل و فرج موجود در نروژ رو با بمب اتم پر کنن، هم این توانش رو داشتن، همین استعدادش رو، اما هیچ علاقه ای به این کارها نداره. این علاقه واگذار کرده ارزانی حکومت های خاورمیانه. خاطرم از اون موقعی که دانشجو بودم و حتی وقتی که برگشته بودم ایران قبل از انقلاب، صحبتی که ما در با همکارای دیگه هم در محیط نفت داشتیم همیشه این بود، آخه این کشور ما که برای 200-300 ساله آینده گاز داره و نفت داره، چه نیازی داره که ما بخوایم برق رو با نیروی اتمی تولید بکنیم؟ این سوالی بود برای ما. و من فکر میکنم یکی از وزرای اون دوره رو، شاید وزیر صنعت، یکی از اینها رو در اول انقلاب اعدامش کردن به خاطر اینکه با همین دلیل که آخه مملکتی که این همه گاز داره چرا یه چنین کاری رو میکنه. منتها خیلی زود بعد تصمیم گرفته شد نخیر، ما احتیاج داریم که فلان مقدار دستگاه ریاکتور اتمی داشته باشیم که برق باش تولید بکنیم، که از نظر اقتصادی واقعا کار بی‌معنیه، به خصوص که میبینیم کشورهای مثل آلمان همشو کنار گذاشتن، ژاپن که بالکل، ژاپن اصلا داره برنامه ریزی میکنه که دیگه بالکل خودش رو جدا بکنه از این صنایع. یعنی کشورهایی که این دستگاه رو میسازند و سازنده اینها هستند و از نظر ایمنی بهترینه رکورد ها رو دارن خودشون کنار میکشن، در حالی که خب ما در حد تحقیقات علمی البته حقمونه و باید این کارو بکنیم. این یک صنعتیه که صدها فراورده خواهد داشت در آینده، ولی نه برای ساخت سلاح اتمی و نه برای ایجاد برق. ممکنه آزمایشیش رو داشته باشیم، ولی برای برق هنوزم که هنوزه ما امکانات دیگه ای داریم. این روش استخراج گاز به سبک امروزی آمریکا، شیل به اصطلاح، بله، این باعث اعتراض برخی هواداران محیط زیست شده. خیلی نگرانن که این روش به محیط زیست آسیب بزن. چرا؟ مگه چه اتفاقی میفته؟ بله. شیل من معادل فارسی هنوز براش ندیدم. مطمئن هستم که متخصصینمون در ایران که فارسیشون از من خیلی بهتره معادل خوب پیدا کردم، ولی من به اینا ماس سنگ میگم. ماس سنگ، بله. اصطلاحی بود من فکر کردم مناسبه. و از ماس سنگ وقتی شما فکر کنید میبینید این خیلی تایتلی پکت، یعنی خلل و فرجش کوچکه و به هم خیلی کم بستگی دارن. در نتیجه یعنی گاز این لای ایناست. لای ایناست. خب ما در گذشته میدونستیم اینها توشون نفت و گاز هست. خب منتها راهی که بتونیم بیاریمش بیرون نداشتیم.
داشتیم. خب تا اینکه چند تکنولوژی پیدا شد، یکی تکنولوژی اولی که پیدا شد این که بود که ما میتونستیم بیایم و زمین رو پاره کنیم به وسیله پمپ کردن آب با فشار فراوان و سنگ ماسه با اون که زمین یعنی شکاف ایجاد بکنیم و بعد این ماسه ها میرفت توش و در نتیجه در چه عمقی آخه شکاف بید؟ در عمر مثلا 5000 فوت برین تا مثلا 15000 فیت. بله خب یعنی 15000 فیت عملا نزدیک 3 مایل. بله خب این تکنولوژی رو که پیدا کردیم گفتیم خب این خیلی خوبه، ولی این لایه ها مثلا فرض کنین ممکنه 200 فوت بیشتر نباشن یا 500 فوت بیشتر نباشن و شما حتی شکاف هم که بینش ایجاد کنین باز اون ریتی که اون تولیدی که به شما میده زیاد نیست. تا اینکه حفر چاه های افقی پیدا شد، تکنولوژی حفر چاه های افقی که ما یک چاه رو مثلا تا 5000 فوت یا 10000 فوت عمودی پایین میدیم بعد افقی میدیم. متشکرم. بعد ممکنه مثلا 3 مایل 4 مایل 5 مایل این افقی بریم. اون وقت وقتی که افقی رفت در هر 200-300 فوت یک بار ما این رو شکاف بهش میدیم. خب در نتیجه درست مثل یه درختی میشه که تمام شاخه هاش توی این ماسه سنگ هست. در نتیجه میتونه یک چاه مثلا اگر نفت باشه 1000 بشکه 1500 بشکه نفت تولید بکنه، اگر یا کمتر، یا اگر گاز باشه تا شاید مثلا 40-50 میلیون پای مکعب در روز گاز تولید بکنه. این بود که این تکنولوژی جدید پیدا شد و الان امریکا اینقدر از این ماسه سنگ ها داره، در سراسر شرق امریکا ماسه سنگ در برای گاز و در شمال امریکا ماسه سنگ هست برای نفت و در سراسر تگزاس ماسه سنگ هست برای نفت و گاز. خب حالا که گاز اینجا یک قیمت یک سوم اروپا الان قیمت به هر دلیلی نمیشه صادرش کرد. اروپایی نمیتونه رقابت بکنه، نمیشه صادر کرد گازو به این آسونی. یعنی گازو باید شما تبدیلش به مایع بکنید خوب. و اون هزینه داره تا بتونین صادرش بکنین. حالا مسئله محیط زیست این هست که وقتی شما این شکاف ها رو ایجاد میکنین این شکاف ممکنه همینطوری حرکت بکنه تا سطح زمین بالا بیاد و معمولا تا چند هزار پا از سطح زمین لایه هایی هستن که آب شیرین در این هاست که آب مصرفی شهرها، روستاها، کشاورزی و غیره هست. و وقتی که شما این کارو بکنین اگر نفت یا گاز وارد اینها بشه بله سبب آلودگی اونها میشه و مشکل محیط زیست این هست. در نتیجه الان تمام توسعه تکنولوژی در این باره است که ما چگونه این شکاف ها رو ایجاد بکنیم منتها مطمئن باشیم که در اون هیته‌ای که می‌خوایم باقی بمونه و حرکت نکنه، اضافه بالا یا پایین بره. میشه پس کنترلش. بله بله میشه منتها خوب کار داره. الان آمریکایی‌ها دارن می‌کنن. الان روی این داره هم تحقیق میشه و متدهای جدیدی به کار میره برای این کار. این هست که من خیلی خوشحالم که محیط زیست، دوستداران محیط زیست که البته باید همه باشیم، چرا هم شما هم من. ما باید سخت‌گیر باشیم. یعنی من با اینکه برای صنایع نفت کار کردم ولی از همون دوران دانشگاه خودم رو یک نفر علاقمند به محیط زیست میدونستم و بنابراین ما باید برای آیندگانمون محیط زیستمون رو حفظ کنیم، وگرنه خب به حال خودشون گذاشتن شرکت‌های نفتی رو. شرکت‌های نفتی اگر شما بهشون قانون رو بگی میگن این کار رو بکنین میکنن، اگر نه دنبال منافعشون میرن. خب این طبیعیه. درست. در نتیجه شرکت نفتی رو باید با قانونمندی مهار کرد. یادم وقتی که در دانشگاه درس می‌خوندم، در دانشگاه ادینبرگ درس می‌خوندم، دانشگاه هریوت وات یونیورسیتی در ادینبرگ، دائما می‌دیدم توی تلویزیون یه عده از دانشجوها فعالیت می‌کنن و شعار میدن راجع به این شرکت‌های نفتی که چقدر نابدن و محیط زیست آلوده می‌کنن و در دریای شمال دارن نفت خراب می‌زنن و این حرفا. من خیلی به این موضوع فکر کردم. البته بعضی هاشون که واقعا هم صدر بله، زدن کاملا هیچ شکی درش نیست. خلیج مکزیک چه کردن؟ هیچ و بی پی شاید 200 بیلیون یعنی 200 میلیارد دلار تا حالا خسارت اونو داده که حدود 100 میلیاردش افتادن از ارزش شرکت بوده، 100 میلیاردش خرج کرده و غرامت داره، غرامت هم داره میده الان. ولی خسارتی که خود طبیعت دیده چی؟ خب اون یه غیر قابل جبران. درسته کاملا. این بود که از دوره دانشگاه من به این موضوع فکر کردم، آخرش به این نتیجه رسیدم که اینهایی که بیرون این شرکت های نفتی جلوی این شرکت های نفتی دائم شعار میدن خب کارشون خیلی خوبه، ولی تو شرکت های نفتی کسی گوش نمیکنه. گفتم خیلی خوب، اگر من به عنوان یه کسی که به محیط زیستم علاقه داره بیاد برم و مسئول این شرکت ها بشم،
اون موقع من کاری که درست هست انجام میدم، لازمم ندارم کسی به من بگه چه کار بکن چه کار نکن. تو زیان مادی چه کار میکنه؟ نه زیان مادی هم نداره، همین نکته جالب همینجاست. شما میتونید به طریقه استخراج و تولید نفت رو انجام بدید که آسیبش به محیط حداقل برسه، منتها باید اینجوری طراحیش بکنید. و من فکر کردم به جای اینکه به زور بخوان به ما بگن، اگه خود من بیام مسئول این شرکت ها باشم، خب من طوری طراحی میکنم که این طراحی حداقل آسیب به محیط داشته باشه یا اصلا نداشته باشه. و عده زیادی از کسانی رو که من تربیت کردم در طول این سالها این هدف رو براشون توضیح دادم و همه اونا بیشترشون مثل خود من فکر میکنن. یعنی اگر در یک جایی کار میکنن که احساس بکنن شرکتشون ازشون میخواد یک طریقه انجام بدن که این زیانبار باشه برای محیط زیست، خودشون میگن ما این کار رو نمیکنیم. و شرکت های نفتی هم جرئت نمی کنن برخلاف اونها رفتار کنن. بلافاصله کافی اون فرد فقط یه تلفن بزنه به یکی از مطبوعات و اون شرکت خسارات بسیار ببینه. بنابراین راه اصلیش اینه، شعار دادن و فریاد زدن و لعنت به این لعنت اون که هر روز ایران ما می کنن، این نتیجه نداره. ما باید از طریق منطقی و از طریق قانونمند مشکلات رو حل کنیم. خب از این سیستم شیلی که الان آمریکا دارن استفاده میکنن در ایران هم میشه استفاده کرد؟ راست، البته، منتها من تحقیق شخصی ندارم که ببینم چه نوع شیلی در ایران داریم. من در اولین فرصتی که پیدا کنم مطمئنم مطالعات زمین شناسی وجود داره، کافی من این مطالعات رو ببینم میتونم قضاوت بکنم که آیا این روش ها در اونجا هم قابل استفاده هست یا نه، ولی هیچ دلیلی نداره که نباشه. حالا ایفا میاد که شما اینجا هستید و این سوال از شما نکنم درباره منابع نفت و گاز در دریای مازندران که تقریبا در سکوت اختیار شده، هیچ کسی هیچ چی نمیگه، هیچ اطلاعی نمیده، هیچ فعالیتی هم صورت نمیگیره. اگه چایی هم به اصطلاح اگه منابعی هم کشف شدن دربارش، باز اطلاعی حکومت جمهوری اسلامی تا این لحظه نداده. همه چیز به نظر میرسه به روسا و به کشورهای منطقه واگذار شده. نمیدونم در این زمینه واقعا قراره که ما چه سیاست داشته باشیم. خود شما فکر میکنید که منابعی که ما در این حوزه داریم چقدره در قیاس با بقیه نقاط مملکت؟ بله، قابل توجهه. من این سعادت داشتم که دو بار، هر بار تقریبا دو هفته تا یک ماه بودن طول کشید در باکو بودم. خب و من بار اول از طرف شرکت بی پی در اونجا بودم و با شرکت و با شرکت ملی سوکار بهش میسین که میگفتن، با شرکت ملی نفت آذربایجان کار میکردیم که بهترین راه های بهره برداری از میدان های نفتی آذربایجان رو پیدا بکنیم. و منم یه عده از محققین بی پی رو هم با خودم برده بودم که با هم کار میکردیم و در عمق دریا دیگه، در عمق دریا بله، هم در عمق دریا هم در ساحل، هم در ساحل که وارد دریای خلیج میشه، چون میدونی خلیج زیاد عمیق نیست، به بخش دریای خزر زیاد عمیق نیست. نخیر. و بعدم بار دوم که رفتم اونجا، بار دوم با شرکت پنزویل بودم که ما خودمون دو تا چاه حفر کردیم در دریای خزر، در آبهای باکو. البته هر کدوم از اونها تقریبا 3 تا 4 هفته طول کشید تا چاه حفر بشه. بله اون وقت این جز منابع مشترک بود یا نه؟ یعنی ما در سهمی داشتیم؟ نه بیچون مستقل مال خودمون بود، لااقل این چیزی بود که به من گفتن. در اونجا که بودم من موفق شدم یه مقدار از نقشه ها و اینها رو نگاه بکنم که اونجا میدادن و بعد به تاپوگرافی کف آب نگاه بکنم. اونطوری که به نظر رسید تا اونجایی که من دیدم، چون بعد از اون هم هیچ وقت فرصت واقعا مطالعه کردن عمیق زمین شناسی اونجا رو پیدا نکردم، فقط چیزایی که در اون موقع که بودم، که این الان تقریبا به 15 سال قبل برمیگرده، من دیگه فرصت کار کردن راه اون نه آخرینش تقریبا 12 سال برمیگرده. بله عرض کنم که به نظر میومد که در قسمت جنوبی امکان وجود میدانهای نفتی خیلی کمتر بود. اون منو چیزایی که من نگاه کردم، یعنی جنوبی که آبهای ایران میشه. بله منتها هیچ راهی وجود نداره جز اینکه زمین شناسی انجام بشه، چاه‌های تحقیقاتی زده بشه و بعد یک نوع تشخیص میدان نفتی بود که بی پی به کار می‌برد اون دوره. خیلی جالب بود. شما از فضا برای یک مدت مثلا فرض کنین یک ماه
از یک منطقه به خصوص دائما عکس برداری میکردین در فاصله های کوتاه. خب و بعد هر وقت که نفت به سطح آب میاد میرسه، این یک مقدار در سطح آب ایجاد آرامش میکنه، یعنی لایه نفتی درست مثل اینکه آب سنگین میکنه. نه، یه مثل اینکه یک غشا بذارین روی آب، مثل اینکه یک پرده روی آب بذارین. و این از این حرکت های کوچولو کوچولو آب جلوگیری میکنه، در نتیجه وقتی شما عکس برداری میکنین از اون بالا در نور، این تابش نور رو عوض میکنه، یعنی در حالت خیلی آرام میاد. خب حالا در نتیجه شما وقتی از اون بالا دارین نگاه میکنین و چون آب دریای خزر دائم در حال حرکت هست، شما از اون بالا که نگاه میکنید میبینین یک چیزایی مثل که داره در حال حرکته، یعنی مثل که یک پرده در روی آب از یک جا شروع داره میشه و همینجوری داره توسعه پیدا میکنه. خواه. از اونجا میفهمین که جایی که نفت داره به سطح آب میاد کجاست. آه. و معمولا میدانهای نفتی همیشه یک مقدار نشت دارن، همیشه همیشه دارن، حتی چه زمین باشه چه در آب. مثلا این روشی بود که اونجا داشتن به کار میبردن که در جاهای مختلف دریای خزر بدونن در کجاها ممکنه میدان نفتی در زیر اون منطقه باشه. این عکس هایی بود که من در اون دوران بی پی البته نگاه کردم وقتی که به اونجا رفته بودم که از قبل بدونم. در روی زمین چیکار میکنن؟ در روی زمین از طریق مطالعه مواد شیمیایی زمین، یعنی جیوکمیستری، یعنی میان و ذرات زمین رو نگاه میکنن و خصوصا ما دنبال وجود هیدروکربن‌های مثل متان و اتان و اینها میگردیم. چون اگر میدان نفتی در زیر باشه همیشه یک مقدار به سطح میاد و بعد اگر مقدارش قابل توجه باشه معمولا گیاهان سطحی رو میکشه. در نتیجه شما کافی با یک هلیکوپتر پرواز بکنید در یک منطقه ای که سبز سبز هست، بعد یک جاهایی میبینید که یک مرتبه خشک هیچی روش نیست یا اینکه خیلی زرده. اونجاها رو اون وقت میشه رفت تجزیه تحلیل کرد که ببینیم که آیا هیدروکربن به اونجا رسیده. این قدم اوله. بعد قدم های بعدی این هست که گراویتی متری انجام میدن، یعنی مقدار کشش زمین رو در یک ارتفاع به خصوص هواپیماهای کوچولو هستن که پرواز میکنن و دائما این جاذبه زمین رو در هر لحظه در اون ارتفاع به خصوص میسنجند. و بعد شما این رو مثلا در یک 50 مایل به 50 مایل انجام میدید، بعد وقتی که این رو با کامپیوتر به روی یک صحنه میگذارید، یه دفعه نگاه میکنید میبینید که یک قسمت هایی هست که کشش مثلا زیادتر شده. آه. اون قسمت هایی هست که این لایه های نفتی یه مقدار به طرف زمین بالاتر اومدند. و قدم بعدی البته لرزنگاری هست و راه های مختلف برای پیدا کردن و کشف این میدان. خب میدونیم که تقریبا دیگه متخصصی در ایران در قلمرو نفت و گاز امکان کار داشته باشه در ایران بمونه، اغلب ایران رو ترک میکنن و حالا دیگه تگزاس شده کانون جذب همکاران من. همکاران. آره. خب این چی میشه در آینده؟ بله. اگر میشه همه اینجوری خارج بشن. بله. جای خوشبختی این هست که ما شاید خیلی کارهای اشتباه کردیم، ولی یکی از کار درستی که کردیم که دانشگاه خیلی زیاد کردیم. دانشگاه. بله. یعنی در دوره من فقط ما دانشکده فنی نفت آبادان رو داشتیم. خب. که همسال من رو من واقعا مفتخر هستم که از دست پرورده های دانشکده فنی نفت و اون دوران واقعا شایسته ایران هستم. بعد از اون خب دانشکده فنی نفت در اهواز ایجاد شد و همچنین دانشکده فنی نفت در شریف در تهران. بله. در نتیجه عده زیادی رو دارن تربیت میکنن. خب. و خب این عده زیادی رو که دارن تربیت میکنن به طب یک عده از اونها به دلایل مختلف میهن پرستی، مثل همه ما ها میهن پرستی، ما واقعا میهنمون رو ستایش میکنیم، بهترین رو براش میخواییم. اگر امکان زندگی در ایران بدون در خطر بودن جان من بود، من فردا برمیگشتم. میدونم این واقعا حقیقت است جناب میبودی. برای اینکه بعد از اینکه تحصیلات عالی رو انجام دادم برگشتم، ولی به این انقلاب برخورد دیدم امکان کار برای من نیست، این بود که خارج شدم. خوشبختانه عده زیادی به هر دلیلی که بوده، میهن ستایی مثل من یا شرایط خانوادگی یا امکاناتی هم که در اختیار عدهشون گذاشتن، یه عده باقی موندن و اینها انسانهای شریفی هستن که با حداقل امکانات نهایت تلاششون دارن میکنن، چون صنایع ما، صنایع ایران ما تحت این بویکاتی که وجود داره اکثر چیزهایی که لازم داره نمیتونه پیدا بکنه. بله، متخصصین نمیتونن برن. بعد متخصصین تکنولوژی جدید خیلی از اینها خیلی سخته پیدا کردنش، باید پول فراوانتری بهشون بدیم، دست دوم یا دست سومش رو از شرکت‌های دیگه بگیریم که غرب نتونه جلو اونها رو بگیره و غیره. ولی من مطمئن هستم روزی که امکان
به کار بردن یک منطق زیبا با قانونمندی در ایران پیدا بشه، اون موقع یک استراتژی درست برای شرکت نفت طراحی خواهد شد. اگر خاطرتون باشه شاید 2 سال قبل من و شما درباره یک متن تقریبا 10 ماده‌ای به عنوان شاید اولین طرحی هست که وجود داره طرح آینده برای انرژی در ایران انرژی با هم دیگه یک بار بله. با هم صحبت کردیم در اون باره. امیدوارم شاید در آینده مفصل تر اون یادتون باشه دفعه مفصل در این باره صحبت بکنیم. من امیدوار هستم یک چنین چیزای پیش خواهد اومد. وقتی که اومد اون موقع این ایرانیان عزیزی که در هر کجای دنیا هستن، چه در استرالیا دارن کار میکنن، چه در اروپا کار میکنن، چه در امریکا یا هر جای دیگه دنیا، اینها برخواهند گشت و تلاش خودشون رو خواهند کرد و به خصوص شاید عده‌ای از اونها مثل من بدون پاداش چشم داشته به حقوق. الان هیچ آماری داریم درباره مثلا مجموع کارشناسان نفتی ایرانی در آمریکا؟ فراوان داریم. نه این آمار ندارم، ولی جایی نیست که من باشم عده زیادی برخورد نکنم. بله بله. و چیزی هم که میتونم خدمتتون بگم، خب ببینین وقتی که ما میگیم ما یک فرهنگ غنی داریم، یعنی اینکه ما یه ملتی داریم که این ملت مغزش برای یک ادوار طولانی در تاریخ خوب کار کرده و اینها از باهوشترین طبقات شاید جامعه دنیا هستند و شما این رو میبینید در هر رشته‌ای که ایرانی‌ها در خارج وارد شدن جزو شاید بهترین اونها هستند و در نفت هم هیچ فرقی نمی‌کنه. واقعا بهتر جزو. چند روز پیش یه جای مهمان بودم، آقای دکتر نوذری بود با دختر خانمش هم بود، دختر خانم هنوز کم سن و سال، هنوز به دوره حتی تینیجری هم نرسید. بعد صحبت از این بود که اون دوست داره چه رشته‌ای بخونه. یه آقای بود که از کارشناس آمریکایی، از کارشناسان برجسته نفت، و هم راه خانمش، تصدیق خانمش هم جز کارشناسان نفتی بود، گفت که شما ایرانی هستید. این دختر خانم هم که ایرانی آمریکاییه، یعنی مادرش آمریکایی، ولی اگر میخواد برای آینده تأمین باشه بره رشته نفت رو بخونه. مملکت شما در آینده به رشته نفت خیلی احتیاج داره و شما ناچاری تا 200-300 سال آینده با نفت زندگی کنید. کاملا با نفت زندگی، در چه بهترین رشته رشته نفته. از خودش پرسیدم شما چی میخواید بخونید؟ گوه ادبیات فارسی و انگلیسی، البته فارسیش هم فوق. این دختر خانمه که مادرش آمریکاییه. آقای دکتر بخشی از شاهنامه را حفظ، قصه هاش رو تمام میدونه و وقتی صحبت میکنه آدم حذف میکنه، اما لهجهش هم فوق العاده است آمریکایی. تناقضی در کارش جان بود. خود من تخصصم در رشته نفته و تمام عمرم در رشته بودم، ولی عاشق ادبیات هستم. هیچ شبی نیست که من بتونم بخوابم بدون اینکه از آثار نخونم. در هر جایی که زندگی کردم من جمله این هوستون، تمام تلاش خودم رو برای شناسایی فرهنگی میکردم. مثلا همین الان این هفته‌ای که من برگردم ما برنامه گلستان داریم. هفته گذشته ما برنامه شاهنامه داشتیم و این ماهانه تکرار میشه. چه تعداد میاد؟ تعداد فرق میکنن. نفتی هم همه؟ گروه های مختلف هستند. منظورم اینه که هیچ تناقضی بین اینکه انسان متخصص باشه در رشته طب، در رشته حقوق، در رشته های مختلف صنعتی و غیره، و در این حال مثلا هیچ ضرورت نداره که از ادبیات شما بدونید. نه بس اگه ایرانی باشه میگه میشه اینا راه کرد. بله. من میشه از رفتن به این سیاره ها چشم پوشید. خیلی وقتا با دوستان دارم که هستم از من درباره رومی سوال میکنن. چرا؟ براشون یه تعدادی رو میخونم. واقعا آمریکایی‌ها دوست دارن رومی. بله بله. مولوی رو شما میدونین کتاب مولوی، کتاب رومی پرفروش‌ترین کتاب شعر در امریکا. در آمریکا بله 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 درست. شاید در غرب. درست کامل. با آقای دکتر قاسم عیاض هستیم همینانم منزل. خب دکتر بیا این ایرانیانی که بیان اینجا و متخصص صنعت نفتی در ایران تحصیل کردن با چه حقوقی استخدام میشن؟ این سال قبل دارم کردم ببینم واقعا فکر میکنم اگر کسی 4-5 سال تجربه داشته باشه در ایران حتی و از ایران درجه فنی در نفت داشته باشه
شاید با 70-80 هزار دلار میتونه شروع بکنه. بله شروع بکنه در سال. در سال. ولی خب خیلی سریع پیش خواهند رفت. بلیسه. یعنی به دلیل هوش و استعدادی که دارن و کارایی که ایرانی ها دارن خیلی سریع پیش خواهند. به همین ترتیب هم هست دانشجویان اینجا از دانشگاه که بیرون میان الان شاید 70 یا 80 هزار دلار با درجه تحصیلی امریکا میتونه. ماشی 6 هزار دلار. بله بله. ماشی 6 بسیار عالی، بسیار. خب اجازه این که این گفتگو رو با شما دنبال بکنیم. با کمال میل. چقدر محسوس، چقدر استفاده کردیم مثل همیشه. آیدش که باید سفرتون خوش. دوباره یه چند ساعتی جورا هستی. بله بله. میت فرودگاه دیگه. بله مستقیم. بله. بله. دوستانی هستن لطف میکنه ایشون رو میارن نمیبرن. واقعا هم فوق‌العاده است که آدم این همه به مملکت علاقمند باشه، به فرهنگ میهنش. البته. و بعدم فکر و ذکر همه ما بامتاشام شده ایران دیگه نیست؟ البته باید باشه. بله. ولی خیالم راحته اگر هر اتفاق بیفته ما از نظر نفت و گاز به حد کافی متخصص دنیا داریم. خیلی زیاد. که اداره میکنن. و ایران تبدیل میشه که نیرومندترین کشورهای صنعت نفت و گاز. بله. الان آرزو هستیم. بله. تا چقدر میتونیم درآمد داشته باشیم در سال؟ میتونیم برسیم تولید تا 7-8 میلیون باشه. در دوره پهلوی وقتی که من ترک کردم ما تقریبا 6000 تا 6500 ببخشید 6 میلیون تا 6.5 میلیون تولید میکردیم. بله میتونیم برسیم تا 7 تا 8. احتیاج به سرمایه گذاری وسیع داره. بله تشکر. قربان شما. خیلی سپاسگزارم. لطف کردید. امیر عزیز کارگردانی برنامه رو به عهده داشت. سپاسگزارم و خداحافظی میکنم با همه شما بینندگان تلویزیون ایران فردا.